اعتراف مشاور نظامی خامنه ای به دخالت های گستردی سپاه پاسداران در کشورهای منطقه با هزینه کلان از منابع ثروت مردم محروم ایران پاسدار رحیم صفوی سرکرده قبلی سپاه پاسداران نفوذ حکومت ما به مدیترانه رسیده و سوریه پل ارتباطی بین شمال آفریقا و آسیاست. قلمداد کردن چهل ماه کشتار مردم بیدفاع سوریه برای حفظ دیکتاتوری لرزان و جنایتکار بشار اسد به عنوان پیروزی استراتژیک برای نظام پلید آخوندی اطلاعیه دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران چهاردهم اردیبهشت 1393 پاستار سرلشکر رحیم صفوی مشاور نظامی خامنه ای در سخنانی در مرکز پاسداران اصفهان به حضور پاسداران در سوریه و لبنان و نقش این رژیم در کشتار مردم سوریه و جلوگیری از سرنگونی بشار اسد اعتراف کرد و گفت قدرت نفوذ ما از محور ایران، عراق و سوریه تا مدیترانه رسیده و این سومین بار است که قدرت نفوذ ما تا مدیترانه گسترده شده است خط دفاعی ما دیگر شلمچه نیست مرز دفاعی ما جنوب لبنان با اسرائیل است و عمق دفاع استراتژیک ما تا کنار مدیترانه و بالای سر اسرائیل رسیده است رحیم صفوی چهل ماه جنایت علیه بشریت و کشتار مردم بیدفاع سوریه را که به قول خود او بیش از 120 هزار کشته و سه میلیون آواره بر جای نهاده است یک پیروزی استراتژیک برای رژیم خواند و گفت همکنون بعد از چهل ماه صحنه نظامی و سیاسی سوریه نشان از پیروزی دولت سوریه دارد و این یک پیروزی استراتژیک است سوریه به مسابه پل ارتباطی ارتباط شمال آفریقا و آسیا را برقرار می کند و قطعا راهبرد آمریکا، عربستان، ترکیه، قطر و کشورهای اروپایی برای سرنگونی بشار اسد با شکست مواجه شده است و این شکست شکست استراتژیک برای جبهه غربی، عربی و سهیونیستی است و یک پیروزی بزرگ برای جمهوری اسلامی حاصل شده است رحیم صفوی که از فرماندهان اصلی جنگ ضد میهنی رژیم با عراق بود و خود در کشتار صدها هزار تن از مردم ایران و عراق نقش مستقیم داشته در تشریح پیوندهای استراتژیک رژیم با دیکتاتور جانی سوریه گفت حمایت سوریه از کشورمان در جنگ تحمیلی فراموش نشدنی است دولت سوریه با شروع جنگ به خواست ما لوله نفتی عراق که از سوریه به دریای مدیترانه میرفت را بستند حافظ اسد به انقلاب اسلامی حضرت امام و مقام رهبری ارادت میورزید برای آموزش موشکی ما آن موقع پاسدار حسن تهرانی مقدم و بیش از 20 پاسدار دیگر را به سوریه فرستادیم پیش از این خامنه ای به سران رژیم تاکید کرده بود که سوریه خط مقدم استراتژیک برای رژیم است لذا به رغم دشواری و پیچیدگی اوضاع نباید ناامید شوند و باید تا آخر از اسد حمایت کنند ولایتی مشاور خامنه ای دیکتاتوری سوریه را حلقه طلاعی مقاومت خوانده و گفته بود اگر سوریه از حزب الله پشتیبانی لوجستیک نمی کرد حزب الله در جنگ 33 روزه و حماس در جنگ 22 روزه پیروزی به دست نمی آوردند سوریه نقش بسیار اساسی و کلیدی در منطقه دارد به همین دلیل حمله به سوریه حمله به نظام و متحدان ما محسوب می شود. رسانه های حکومتی هفتم بهمن 91 پاستار لاریجانی نیز در دیدار ما مقامات رژیم اسد در سوریه گفت نظام دست از حمایت سوریه و رئیس جمهور آن بشار اسد بر نخواهد داشت. تلویزیون الجزیره پنجم آذر 91 آخون تائب از نزدیکان خامنه ای و سرکرده چماغداران انصار حزب الله نیز آشکارا از آن کرد سوریه استان سی و پنجم ایران است اگر دشمن بخواهد سوریه یا خوزستان را بگیرد اولویت حفظ سوریه است اگر از دست برود نمی توانیم تهران را نگاه داریم رسانه های رژیم 26 بهمن 92 اعترافات تکان دهنده رحیم صفوی و دیگر سردمداران رژیم اقدام فوری بین المللی برای متوقف کردن دخالت فعال و همه رژیم آخوندی و سپاه پاسداران آن را در کشتار مردم سوریه و جلوگیری از جنگ افروزی و به آتش کشیدن تمام منطقه هرچه ضروری تر می سازد.